خداوند بخشندگی مهربان. خانم آقایون سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خدا رو شکر. مادر بزرگم نیومده، نگرانم کجاست. من اینا رو معرفی کنم بعد برم یه زنگ بزنم باشه صحبت کنم کجاست، چی کار میکنه. سنش بالاست ماشاءالله، 80 سالشه. نگران میشم، نه آلزایمر داره نه مریضی داره، خدا رو شکر الحمدلله، ولی چی کار کنم، سنش بالاست، دوستش دارم و نگرانش میشم. اما قبل از این تلفنی که گفتم توضیح بدم مواد اولیه رو. ما اسپاگتی داریم، فلفل سیاه ریحون، فلفل سبز تون داریم، فلفل پول بیبری و فلفلای درشت خیلی خوشمزه به همراه پودر کاری، زردچوبه و نمک داریم و میگو هم که اینجاست، میتونید از مرغ هم استفاده کنید. اولین کاری که انجام میدیم، پاستای مورد نظر که من اسپاگتی رو انتخاب کردم توی این آب میریزیم و میپزیمش. قبلش یه مقدار من دارم فلفل قرمز رو میریزم، ببین حواسم به مادر بزرگم دیگه، یه مقدار زردچوبه میریزیم و یه مقدار چی؟ نمک. اسپاگتیمون رو میذاریم اینجا، رهاش میکنیم و اجازه میدیم بپزه. یه فرصت کوچولو به من بدید برگردیم ادامه کار رو ببینیم. سلام مادر بزرگ، کجایی؟ پس گفتی دارم میام زنگ زدم به دوستم سر بزنم، یک نفر پول طلب بود نمیداد، سکته کرده رفته بیمارستان خوابیده. یعنی هرس خورده که چرا پولشو نمیداد. بله بله، از این آدم ها زیاده. نکته خوبی رو مادر بزرگ اشاره کرد، پول قراره تو زندگی ما آرامش بیاره، نه اینکه به خاطر به دست آوردن اون آرامشمون از دست بده. خدا روش که مادر بزرگ من اصلا اهل پول نیست، باور کنید مگه نه؟ آره دیگه، آره. نداشت. خیلی خب، اسپاگتی ما داره میپزه، میریم سراغ چی؟ این تابه، بهش یه مقدار روغن اضافه میکنیم. به به، بعد میگوها رو توی این مواد، توی این روغن شروع میکنیم به تفت دادن. میگو بوی بد نداره، یه بوی زهمی داره، اگر بمونه فاسد بشه، حالا فاسد شدم یه طیفی داره، هر کدوم از این مراحل باشه تا اینجا که دیگه اصلا باید بریزیم دور، یه بوی بدی داره. اون بو نه، خود ماهیت میگو و ماهی یه بوی زهمی داره که اون بوی زهم رو باید بگیریم. اولین نکته اینه که باید تازه‌ش انتخاب کنیم. دوم اینکه تو فضای گرمونو چیکار نکنیم، پوست نگیریم، نگهش نداریم، جای خنک باشه میاریم بیرون، یه ظرف یخ بذاریم میگو رو بندازیم، پوستشو بگیریم، اون رگشو خالی بکنیم. ما همین کارو کردیم. پس چه کارش کنیم؟ این بوی زهم اون یه ذره که داره به این بره، استفاده از چاشنی‌ها و ادویه‌هاست. ریحون خوبه، فلفل سیاه خوبه، این فلفل قرمز یا پول بیبر خیلی خوبه، پودر کاری زردچوبه خیلی خوبه، این فلفل هم تمام مزه رو با ترکیب اینها میاره بالا و شما از خاصیت میگو میتونید استفاده بکنید. خیلی خب، جلزه بلزه تاومون هم در اومد، میگو داره توش تفت میخوره. این روده چند دقیقه طول میشه. یه نگاهی میکنیم به اسپاگتیمون ببینیم وضعیتش چطوره. وقتی که پخت چی کار میکنیم؟ میاریم بیرون، آبکشش میکنیم، زیرا شیر آب میگیریم با فشار کم که خورد نشه. آبکشی که شد یعنی توقف در پخت اتفاق افتاد، شروع میکنیم چی کار؟ سسمونو درست کردن. اما یه نگاهی بندازید مواد به تابعی من نشسته، چرا که امروز من دارم یک سرویس 20 پارچه ای استفاده میکنم که این پایینم چیده شده، دو تا ظرفش من انتخاب کردم. این سرویس 20 پارچه لایه نچسبش طرح گرانیتیه و یک سال ضمانت داره و دارای نشان استاندارده، یعنی تولید کننده قرص و محکم پشت محصولش ایستاده و میگه آقا خانم اگر این ظرف آخ گفت بیا پس بده، من اگر ضعفی داره رفع میکنم و نوشو تقدیم میکنم. شما اگر دوست دارید این سرویس 20 پارچه یه طرح گرانیتی رو، بله لایه نچسبش طرح گرانیتی داشته باشید، باید ثبت سفارش انجام بدید. چطوری؟ اول قیمتشو بگم، بعد قیمتش مشابهش توی بازار خیلی بالاتر از قیمتی که من میگم، اما شما در برنامه ببینید پس میتونید با رقم مناسب و منصفانه 299,000 تومان بدون رفتن به بازار در منزل اون رو تحویل بگیرید. حالا اگر دوست دارید مثل مصاحبه این سرویس 20 پارچه بشید، میتونید تلفن همراهیتون رو بردارید و همین الان عدد 8 رو به این سامانه پیامی که پایین گیرندتون هک میشه ارسال بکنید، باهاتون تماس میگیرن، میارن و تقدیم حضور شما میکنه. یه فرصت کوچولو بدید من و مادر بزرگ برگردیم ادامه کار رو با هم ببینیم. بریم ادویه بازی. قبل از ادویه بازی فلفل سبز داریم، اون رو اضافه میکنیم و یه کوچولو تفتش میدیم. این فقط بهش طعم میده، عطر و بوی آنچنانی نداره. میریم سراغ عطر و بو.
فلفلی که گفتم اضافه میکنیم و بعد میریم سراغ چی؟ زردچوبمون. ادویه حتما باید تفت بخوره. وقتی تفت بخوره هم بوی خوبی داره هم رنگ خوبی. الان از اون بس دیگه. دو دفعه نه. از این نریختم پودر کاری اون زردچوبه وجود. فلفل قرمزم یکم می‌ریزم. یک کوچولو هم فلفل سیاه. حالا این مواد رو با هم تفت میدیم. میتونستیم بهش رب و اینا بزنیم اما نمیخوایم. میخوایم طعم و مزه ادویه ما کاملا توی این پاستای ما باشه. اما اینجوری که خیلی خوب در نمیاد که نگاه کنید. بعد چیکار کنیم که یه سس خوب به ما بده؟ شروع میکنیم چیکار؟ یه مقدار آب اضافه میکنیم تا این ادویه با کمک این آب، فلفل سیاه و میگو یه سوسی رو به ما بده. بعد که این اتفاق افتاد پاستامون رو تو بشقاب میکشیم، سس رو روی اون میریزیم یا اصلا کلا با پاستامون مخلوط میکنیم. دیگه با اینا کاری نداریم. آخر سر هم ریحون رو میریزیم روش، تر و تازه میخوایم بخوریم. حالا شما همونطور که ملاحظه کردید مواد ما به این ظروف نچسبید و وقتی این اتفاق میفته غذا پختن تو این ظروف به شما میچسبه. با این لذت میتونید غذای دلخواه و با آرامش خاطر برای خانواده محترمتون درست کنید و نوش جان بکنید. راستش اگر میخواید بی‌نیاز بشید از سرویس‌های قابلمه دیگه، میتونید سرویس 20 پارچه‌ای که امروز ما باهاش کار کردیم که لایه نچسبش طرح گرانیتی هست رو داشته باشید، میتونید ثبت سفارش انجام بدید. اول بذارید قیمتشو بگم بعد ثبت سفارش انجام بدید. اگر دوست دارید میتونید این سرویس 20 پارچه رو با قیمت 299,000 تومان خریداری بکنید. قیمت مشابهش توی بازار خیلی بالاتره ها. حالا اگر دوست دارید ثبت سفارش انجام بدید تلفن همراهتون رو بردارید و عدد 8 رو به سامانه 3000-5001 ارسال بکنید تا با شما تماس بگیرم و این سرویس 20 پارچه رو در منزل به شما تقدیم بکنم. پولم همونجا به پیک بدید. یک فرصت کوچولو بدید برگردیم ادامه کار رو. این سرویس اینقدر خوبه که یه سالم ضمانت میشه. یه سال ضمانت داره. بله. خیلی عالی خوبه. یه سال ضمانت داره. متشکرم. تشکرتون. یه فرصت کوچولو بدید برگردیم با هم دیگه ادامه کار رو ببینیم. به انتهای کار رسیدیم و غذای ما هم آماده شد، تقدیم حضور شما میکنیم و امیدواریم که مورد پسندتون واقع شده باشه. این سرویس 20 پارچه که لایه نچسبش طرح گرانیتیه، 3 تا قابلمه داره، 4 تا تابه تک دسته و 2 دسته، یه نمشیجوشون وسط تابه ها هست، 7 قلم کفگیر و ملاقه و یه پیشبند، 4 تا هم در مشترک داره، جمعا میشه 20 پارچه. دستش در مقابل حرارت مقاومه، در پیرکس داره، سوپاپ اطمینان داره و دستهاش در مقابل حرارت گفتیم مقاوم است، یعنی اگر ناخواسته روی حرارت باشه اتفاقی براش نمیفته. قیمت بسیار مناسبی داره که مشابهش توی بازار گرونتر از این قیمتی که الان خدمت رو عرض می‌کنم. قیمتش 299,000 تومانه که شما میتونید بدون رفتن به بازار و خستگی و کوفتگی و اینها بشینید در منزلتون و اون رو ثبت سفارش انجام بدید. این شکلی الان میگم، همینطوری شما میتونید سفارشتون رو بدید، براتون میارن در منزل تقدیمتون میکنن. حالا تلفن همراه رو بردارید و عدد 8 رو به سامانه پیامکی 3000-5001 ارسال کنید. 160 نماینده ارسال داره، میارن در منزل تحویل میدن. تمام. آقا من از تو سوال میکنن، از من سوال میکنن که این قابلمه ها خوبی یا نه. اگه خوب نباشه که یه سال ضمانت نمیکنن. خوبه که یه سال ضمانت میکنه، میگه اگه خراب شد یه سال ضمانت میکنن. خوبه دیگه. چجوری میخواد؟ خدا حافظ همگه بینندگان عزیز. خدا حافظ. با یه تعصب خاصی گفت دیگه مادر بزرگ دیگه. شما هم قبول دارین؟ بله. به انتهای کار رسیدیم، امیدواریم که مورد پسند واقع شده باشه. آرزوی بهترین ها داریم براتون. خدا حافظ.